حمله تون و تهدید آیسان اسلامی توسط مسلمانان که میگن آیسان به قرآن توهین کرده و احتمال به خطر افتادن جون آیسان اسلامی در آمریکا. آدم مریض و دیوانه مثل آیسان اسلامی با تمسخر گرفتن آیات قرآن کریم عقیده 1.5 میلیارد مسلمان تو به سخره گرفتی. قرآن خدا تو به تمسخر میگیری یا دست از اسلام ستیزی و تمسخر کردن آیات قرآن. همچنین لحظه دستگیری سارق معروف تهران که بالاخره تونستن بگیرنش و صحبت‌های جنجالی. فیلمات توی فضای مجازی می‌دیدی؟ بله. خب بعد عکس‌العمل چی بود وقتی فیلم می‌دیدی؟ ترسیده بود. ترسیده. بعد تیراندازی پلیس به یک اراذل و مجرمی که بهتر حرفاشو با هم بشنه. تا حالا صدای گلوله رو اینطوری شنیده بودی که بدن خودت هم گلوله بخوره و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه می‌بینید. و قبلش لایک و سابسکرایبتون نره، دمتون هم گرم. خب در ابتدا بریم سراغ آیسان اسلامی که دوباره یه حاشیه بزرگ براش به وجود اومده و یه گروهی از افراد مذهبی میگن که آیسان به قرآن توهین کرده. این گروه معتقدن که آیسان بارها به اسلام فحاشی کرده و وقتی که به قرآن توهین کرده دیگه از خط قرمزشون رد شده. و خب میدونید که توی دین اسلام چنین کاری مجازات بزرگی داره و قبلا هم برای همین کار برای شاهین نجفی حکم اعدام داده بودن و در این صورت کشتن چنین افرادی رو حلال میدونن. حالا این کار میتونه حسابی برای آیسان خطرناک باشه و حتی جونش هم در خطر باشه. البته خود آیسان بارها سعی کرده وارد چنین حواشی و برنامه‌هایی نشه، ولی حالا چندین گروه مذهبی باش به مشکل خوردن. یه شما آیسان اسلامی رو میشناسید؟ بلاگر ایرانی که بیش از 9 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام داره. نمیخوام با آدم مریض و دیوانه مثل آیسان اسلامی وارد بحث بشم. فقط میخوام بگم که آقای آیسان با تمسخر گرفتن آیات قرآن کریم عقیده 1.5 میلیارد مسلمان تو به سخره گرفتی. فرق تو با ابو جهل و عبدالرحمن ابن ملجم چیه؟ وقتی میای دم از فرهنگ، اخلاق و از انسانیت میزنی، با وجودی که نه از انسانیت و نه از اسلامیت چیزی میفهمی، قرآن خدا تو به تمسخر میگیری. انسان نادان با همه شوخی با کلام خدا هم شوخی. آقای آیسان یا دست از اسلام ستیزی و تمسخر کردن آیات قرآن کریم بردار یا منتظر عذاب خدا باش. من که قرآن من مثل خار بلا نسبت من خودم شوکت مامانی من خواهد توی خیبر بود شب تا صبح با جانماز امای من تو جانماز با قرآن ما بازیم قرآن رو بلند بکنیم که با بوس و بغل و چرا بازی در بری جاک. و اما از اون طرف هم بالاخره سارق بزرگ و معروف تهران دستگیر شد و جالبه که میگن تنها 20 سالشه و باید دید حالا باش چیکار میکنن. و نکته ای که هست اینه که این آقا پسر میگه وقتی که دیده بودم فیلمام در حال پخش شدنه حسابی ترسیده بودم و از خونه بیرون نمیومدم. کی بازداشت شدی؟ دیشب. به چه جرمی الان بازداشت شدی؟ شقاپی. چند تا گوشی سرقت کردی تا الان؟ گوشی نمیدونم چند تا بود. نمیدونی چند تا؟ خب ببین تو توی کلاهت معروف شده بودی، میگفتن کلاهت گرون قیمته، اینم دزدیده بودی یا خودت خریده بودی؟ نه گرون قیمت که نیست، 100 تومن خرید. فیلماتو توی فضای مجازی میدیدی؟ بله. خب بعد عکس‌العمل چی بود وقتی فیلم میدیدی؟ ترسیده بودم. ترسیده بودی؟ ولی بعدش هم باز دوباره ما فیلمای دیگه میدیدیم ازت که سرقت میکردی؟ یه همش من نبودم. به هر حال یه تیم 4 نفره بودیم. بله. مگه باند دو نفر بود. باشه الان دو نفر. اون دو نفر دیگه هم بله اونا هم بودن. با شما بودن دیگه. تعریف کن چجوری سوژه آتشان رو سعی میکردیم؟ اونایی که حواستشون نبودش خب مدرشون میدوست. نمیدونی چند تا گوشی تا حالا سرقت کردی؟ نه. چی کار میکردی گوشی؟ میسوخت. فکر میکردی که پلیس انقدر زود شناسایی کنه بازداشتت کنه؟ نه. چند تا میزدی گوشی؟ بستگی روزی یه دو تا سه. چند سالتون هست؟ نه 20 سال. سابقه دار هستی؟ بله. چند تا سابقه داری؟ به چه جرمی؟ اونم سرقت. همه تون؟ بله. با این دوستا چجوری آشنا شده بودی؟ با بچه من هم کلاسه بود. هم کلاسه بودی؟ خب نقش دوستا چی بوده؟ شما اصلیه بودی درسته؟ شما گوشی ها رو میپاپیدی؟ این دوستا چی کار میکرده؟ هم دسته؟ اون یکی ها چطور؟ اونا هم همین بودن. بعد چطور خیابونا رو از کجا تشخیص میزدی؟ انتخاب میکردی که تو کدوم خیابون سرقت کنی؟ دور میزدیم همین. سر زور؟ بله. ساعت دیگه این اتفاق نمی افتاد؟ شده از خانوم سرقت کنی یا نه همه سوژه؟ نه من فقط آقایی بودم. بله. یه دونم بود که از تو ماشین زدی در رو باز کردی سری دویدی، اون چجوری بود؟ ایدهش از کجا اومد؟ تو ترافیک و؟ اون ما نیستم آقا. فیلمت اومده بود؟ اون ما نیست. مفهمی؟ بله. اگر مشخص شد شما بودین چی؟
ما نیستم. یعنی شما مطمئنه که اون سرقت توی اتوبان از اون تیپا شما نبود؟ بله اتوبان ما نبود. سرقت فقط با موتورسیکلت بوده؟ بله. چند سالته؟ 20. سابقه داری؟ بله. اعتیاد چطور؟ نه. بعد چی شد سرقت؟ چرا رفتی سمت سرقت؟ از ناچاری و بدبختی یا بی پولی. با دوستت کجا آشنا شدی؟ هم کلاسه بود. یعنی دوست صمیمی هستی؟ بله. بعد سرقت ها رو چجوری انجام میدادی؟ یه توضیح به ما میدی؟ میرفتی اونهایی که حواسشون نبودن دوستشون رو ازشون میدن. کجای تهران؟ میچرخی داری بچه. تا رو چند فقر سرقت انجام دادی؟ حدودا نشمارد. یعنی زیاد بوده؟ زیادم اومدم و یه ماهی. شغل قبلی چی بود؟ خیاطی ها. بعد خب چرا خیاطی رو ول کردی اومدی بیرون؟ برای اینکه نتونستم اجاره خونه و خرج خونه رو. بعد فیلمایی که ازت در میومد و میدیدی چه حسی داشتی؟ ترسیده بودی. خب پس چرا دوباره سرقت میکردی؟ بیشتر از فیلم در میومد؟ نه آقا دیگه ترسیده بودیم یه مطمئن که اینکه گرفتم. آه یعنی اولین فیلم که ازت در اومد دیگه سرقتی انجام ندادی؟ متواری شدی؟ بله. سمت کجا؟ خونه بودیم دیگه. تهران. و اما یه مجرم خشن دیگه هم دستگیر شده که اونم حسابی جلوی دوربین ترسیده. بده که چه اتفاقی افتاده؟ دیگه زنگ زدن بهمون فوش شدن یه چند تا بعد ریختن تو کوچه‌مون با اسلحه و کریخانی قبلی داشته با هم دیگه؟ نه اونا زنگ زدن فوش شدن. طرف مقابل شما که داره میگه که من توی اون خونه‌م بودم، اینها با سلاح و با قنده و قداره حمله کردن و با چند تا دستگاه موتور رو زدن و کوچه رو به هم ریختن و بعد فرار کردن. درسته؟ ما تو همون کوچه زندگی میکنیم، تو کوچه خودمون همیشه با هم میسیم اینجا. اومد گیر داشت و گفت چی داره بود؟ توضیح بده چی شده بود؟ گفت میخوام ماشین پارک کنم. گفتم یه خورده عقب‌تر بذار. گفت بچه کجایی؟ گفتم بچه همینجا. گفت باش همون میبینی. رفت یکی دو ساعت بعد دو سه نفر با چوب و اینا اومد. تموم شد بازم یه خانمش اومد پایین صحبت کردیم باهاش آرومش رفت پایین. بعد زنگ زد پشت تلفن فوش. 12 شب. درسته؟ بعد زنگ زد پشت تلفن فوش. پشت تلفن به شما فحاشی کرد و شما هم خواستید که از خجالتش در بیاید. نه ما تو کوچه ایستاده بودیم، گفتم کوچه‌تون بسته باید بیاید دعوا کنید و من تو محل بودم یارو ریختن. من تمام سوابق و بیوگرافی تو دارم، میتونیم به من بگی که چند تا سابقه داری خودت؟ سه چهار. نگو عدد شما هم بگو. سه چهار. نه بیشتر، برو بالاتر. من شش تا دیگه دارم. بیشتر؟ بیشتر نیست. هشت سابقه داری؟ هشت سابقه دستگیری داری، درسته؟ زندان هم رفتی؟ بله. چند وقت زندان بود؟ چی؟ نشنیدم. دو سه سال زندان. درسته؟ به خاطر توضیح بده. چی؟ درگیری، چاقو کشی، قمه کشی. درسته؟ بله. درسته؟ بله. تا حالا صدای گلوله رو اینطوری شنیده بودی که بدن خودت هم گلوله بخوره و درد بکشی؟ نه، دفعه اول. نه، دفعه اول. الان حتی کارهای لازمی رو که حتی یه سرویس بهداشتی هم نمیتونی بده، یعنی باید کسی کمکت کنه. آدمیزاد اینه دیگه، زمانی که غرور میگیردشون مردم رو به هیچی حساب میکنه و قانون رو مسخره میگیره و اسلحه میگیره و تیراندازی میکنه، میبینی یه ماموری هم پیدا میشه اینطوری با اسلحه میاد سراغ. چند روز بیمارستان بودی؟ 9 روز 10 روز. 9 روز 10 روز بیمارستان بودی؟ هنوزم که نمیتونی سر کار باشی؟ نه جفت شایان رگش خورده حس نداره. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. لطفا ویدیو رو لایک کنید تا اینجوری از همون یه حمایتی هم بشه. دم همگیتون گرم تا ویدیوی بعدی. بدرود.